میگه که جمهوری اسلامی ایران، من میگم جمهوری کفری ایران. آیا تو مسلمان هستی؟ باز میگی این توطیه دشمن است. آیا او سرباز تو نیست که بچه که افغانه که در پشت سرش بوجی هست پلاستیک و بوجی از کاغذ براز سر از او بیتک میره؟ افغان اقدر بیزت نشده بود، افغان اقدر بی‌همت نشده بود، افغان کسی بود که در روی سنه کشورها از او میلرزید، خصوصا کشورهای همسایه. امروز فقط هشک میریزم و میبینیم از دست ما هیچ چیز بر نمیه. اللهم نور قلوبنا بالقرآن العظيم آمين ونجنا من النار بالقرآن العظيم تفلك بيت يا رب بانقا غورب بين بانذر اشرا كبناني شد بيت يا رب بين پروردگارا هر افغان در هر جایی که از خوشیارا نصیبش بگردانی. آمین. و پروردگارا ای دوستایی که کمک کردن، حاجی صاحبا، برادرا و خواهرای ما، پروردگارا در روز عشر در اعمالنامه نیک برشان نوشته کنی. آمین. پروردگارا یک بد درصد نصیبشان بگردانی. آمین. اگر از اولاد خود، از نان اولاد خود مصرف کردن، اولادایشان برشان باغ دل بگردانی. آمین. اگر از سرمایه خود مصرف کردن، سرمایهشان در چند بسازی. Thank you.
خداوند بخشاینده و مهربان، به نام خداوندی که تمام هستی و نیستی از آن او است، به نام خداوندی که آسمان بیستون ساده کرده. سلام هموطنان عزیز در هر گوشه از کنار دنیا که هستین، جور و سلامت و سر حال باشین و پروردگار شکرگزار هستیم که یک بار دیگر با تن سالم در خدمت شما خوبان قرار گرفتیم. و جا دارم هم تشکری کنم از بنیاد خود ما، یعنی بنیاد خیریه صالح و تمام اعضای تیم گروه آقا بدر. خداوند عزت دارای نصیبتان بگردانه و پروردگار شکرگزار هستیم که باز هم در خدمت خلق الله قرار گرفتیم و دوستایی که روز به روز با بنیاد ما میپیوندن در این شرایط سخت به افغانا کمک میکنن، پروردگار به شما کمک کنه. در حقیقت اگر توی آرد، روغن، برنج، بوره، چای، لوبیا، هر چیزی را که میتی ایره امروز به ای برادر به ای خواهرت نمیتی، قرض اسنه به پروردگار است، قرض اسنه به خداوندی است که ذرتون مسقالتون ذره ذره مسقال مسقال به شما ایوزیش داده میشه. ما هیچ چیزی در بساط خود نداریم، فقط ایره میگیم که در روز آخرت پروردگار در عملنامه نیکتان نوشته کنه و به دست راستتان عملنامه نیکتان بده. یک دنیا تشکر از تمام برادرایی که از کانادا با ما کمک کردند. خداوند عزت دارای نصیبتان بگردانه. جا دارم ما هم تشکری کنیم. هست حاجی صاحب صبور پوپرزای، حاجی صاحب بشیر و حشمت پوپرزای، حاجی صاحب شمیر، کاکا ایان، رفی جان و خانمش وایس جان، ولی جان، یک دنیا تشکر. خداوند عزت دارای نصیبتان بگردانه. در این شرایط سخت این کمکی را که تو به افغانای عزیز ما میکنی و فقر و بیچارگی از حد گذشته و بزرگترین ضربه به یک کشوری است که جوانش قدرت و قوه کاری داشته باشه ولی کار در او کشور نباشه. جوانی را میبینی که هر کدامش ماشالله خوب تن سالم ولی کار نیست. حسوب که مبرایه پس دیگر میایه طفلش میگه پدر نان پیسه وجود نداره که نان به او طفل خود بخره. و در خانه های میریم که از نان قاق استفاده میکنن. به خدا قسم دوستایی دیده که از کبال نان قاق خریده و او نانم پوپنک زدگی بوده. و ای همه را یک سو میمانیم و در رسانه اجتماعی که ما میبینیم به خدا مخ و رنج میبرم میبینم. یک برادر میخیزه به نام تاجک پشتونه بدنام میکنه، یک برادر به نام پشتون تاجک بدنام میکنه، یک برادر ازبک میخیزه ایماقی را بدنام میکنه، یکی به سر یکی دیگه زده را ایستیم و چهار طرف هم میبینی که ما همی دواره میکنیم پروردگار هم در دنیا هم در دنیا همسایه نیک نصیب ما بگردانه که هرگز در 50 سال ما هزی همسایه خیر ندیدیم. اگر پاکستان بود 40 سال جوانکشی را در بین ما انداخت. اگر امروز ایران از در رسانه اجتماعی میبینیم یک طفل معصوم با ضربه سیلی و مشت از بین میبره و او طفل. چهار روز است که نان از گلون ما پایین نمیره. آیا او طفل پدر نداشت؟ کسی میگه که جمهوری اسلامی ایران، من میگم جمهوری کفری ایران. آیا تو مسلمان هستی؟ باز میگی این توطیه دشمن است. آیا او سرباز تو نیست که بچه که افغانه که در پشت سرش بوجی هست پلاستیک و بوجی از کاغذ پرست سر از او بیتک میره؟ افغان اقدر بی‌عزت نشده بود، افغان اقدر بی‌همت نشده بود، افغان کسی بود که در روی سنه کشورها از او میلرزید. خصوصا کشورهای همسایه امروز فقط هشک میریزم و میبینیم از دست ما هیچ چیز بر نمیه. خداوند متعال در قرآن در سوره عشر در آیت 5 خودش میفرمایه که ناامید نشین، پشت هر سختی یک آسانی وجود داره و پروردگار رحم کنه یک روز از ایالت خلاص خواهد شده. جوانای ما در چی حالت؟ به خدا که 3-4 روز میشه که هر لحظه اگر تلفون نگاه میکنیم، اگر نکنیم هم نمیشه. ولی از پروردگاری را میخواهیم که یک روز صلح و سرتاسری در افغانستان بیاید
و برادر کشی از بین ما دور شود که همگی در کنار یک دیگر باشیم. و به ایرانی گفتنی هم دارم، هر ظلمی که میکنی بکو، هر آن چیزی که از دستت میایه بکو. او خدایی که پریروز بود، او خدایی که دیروز بود، او خدایی که امروز بود، او خدا فردا هم است. و پروردگار رحمش کنه. امروز ما دمی برنامه پدری را داریم که اولاد خود سودا میکده، 11 بجه شب ما او را گرفتیم. گفتیم صبح کمک داریم، دوبار دروی سرک در خاک سجده کرده. میگه یو گپت واقعیت است که صبح من در خانه آرد روغن میبرم. هرگز ننالم از بیگانه، هر خنجری که خوردم از خود بودم. ایالت از دست خود ما شده و ای باید سر ما بیایه. قرآن فراموش کردیم، خدا را فراموش کردیم، اسلام فراموش کردیم، برادر کشی را انداختیم، جوان ناحق کشتیم، خواهر ناحق کشتیم، خون ناحق ریختیم، امروز آواره و دربدر هستیم. و پروردگار لطف خدا کنه، هر افغان، هر دوست، هر عزیزی که مرا ببینه بس از دیگه بیایی که یک دست شویم. به خدا مخورد میبرم. شاید به میلیاردها نفر اثرت آقابیدر را بخوره، ولی ای دل آقابیدر کشک نداره که باز کنه. و یک دنیا تشکر از تمام دوستایی که قرض حسنه به پروردگار میتن. امروز قرار است که ما به 60 خانواده عزیز، 60 پدر مهربان و 60 برادر گرامی، 60 بوجیارد، 60 بوتل روغن، 60 بوجی برنج پلوی، 60 سیر بوره، 60 سیر روبیا، 600 دانه مکرونی به هر خانواده، 10 دانه، 60 کیلو چای سبز، 60 سیر برنج شولهی، 6 بسته نمک و 60 دانه شامپوی خانوادگی و 500 دام پول نقد به خاطر انتقال ازی. انشالله و رحمان که از این مواد به خیر و به خوبی استفاده کنن و به جان جور. و پروردگار به شما هم خیر نصیب بگردانه. حدیث رسول اکرم صلی الله علیه و سلم است که می فرمایه با دادن صدقه سرمایه ما کمتر نمیشه، بلکه بیشتر میشه. پروردگار به شما بهترین ها را نصیب بگردانه. و جا داره باز هم از برادرای قهرمان و خواهرای عزیز ما مقلباً سپاسگزاری کنم. حاجی صاحب صبور پوپلزی، ولی جان، حاجی صاحب بشیر، حاجی صاحب سمیر، وایس جان، حشمت پوپلزی، کاکا ایان، رفی جان و خانمشان خواهر نازنین ما که به ما 5,16,000 افغانی روان کرده بود. از 5,16,000 افغانی ما به 68 خانواده تمام مواد غذایی را خریداری کردیم و 8 تا از این را به پدرهایی که پای نداشتند و مادرهایی که حرکت نداشتند تا به اینجا بیان ما به جایشان بردیم و کسایش که موچیگری یا گدایگری میکرد برشان ما تقدیم کردیم که برنامه از این پیشتر بود که به شما نشر شد. و 60 خانواده را قرار است که ما حالا برشان کمک کنیم. خداوند عزت دارای نصیبتان بگردانه. و از همه اولتر میریم و هموطنهای عزیز سر مال استاده کرده از قاری صاحب خواهش میکنیم با چندی از آیات قرآن از این مشان محفل ما را پر رنگ بسازه، با آیات زیبایی که خوانده میشه و رگ رگ ما آرام میگیره. قرآن حق است و کلام حق است. اگر ساعت
هر ساعت ما قرآن گوش کنیم. از وقتی که به دنیا میایم تا که از دنیا میریم سر کار ما با آیات قرآن عظیم شان از خسته نمیشیم. اگر یک آهنگ باشه از 3 بار زیاد شنیده نمیشه. و قرآن حق است، ماه نزول قرآن است، ماه رمضان است و حکمت جان نعتم خواد داشتیم. و در آخر دست دعا بالا میکنیم که در جمع پدرای ریش سفید و برادرایی که جز رضای پروردگار چیزی ندارن، همه با هم دست دعا بالا میکنیم که در بین ما پروردگار دعای کیره قبول خواهد کرد و ما بندای گناهگاره ببخشه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا. وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. واذكر في الكتاب إدريس إنه صديقا نبيا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم نور قلوبنا بالقرآن العظيم. آمين. ونجنا من النار بالقرآن العظيم. وأدخلنا في الجنة بشفاعة القرآن العظيم. اللهم اغفر موتانا وموتى المسلمين. آمين. وسلم مسافرنا ومسافر المسلمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين.
اللهم اقض حاجاتنا وحاجات جميع المحتاجين المسلمين. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين. بسیار زیاد تشکر پارسه. به خیر سلامت باشی، زنده باشی، سلامت باشی. ماشاءالله پروردگار در بین مسلمین، خود پروردگار انتخاب میکنه که چی را به چی انتخاب کنه، و صدای زیبایی که قاری صاحب داشت واقعیت که زنگ دل انسان را میکنه. پروردگار اولادای ما و شما را هم به ما باغ دل بگردانه و هیچ اولاد به پدرش داغ دل نگردانه انشاءالله، و توکل کل ما و شما به پروردگار. امروز اگر هر کسی، هر از هر دوست یا هر رفیق، هر هندیوال ما، اگر از شما کسی طلب کمک میکنه، فوراً برش کمک کو. کمک اول از پروردگار خواسته. باز پروردگار در روی زمین آدرس تو را برش داده که برو دروازه یادم تک تک بزن. و این را متعقن باش که هر صدقه ای که ما میکنیم، هر خیراتی که میکنیم، اولی به دست پروردگار میخوره، بعد از او پروردگار به یک کسی را نازل میکنه. و عبادت خدا را فراموش نکنیم. سجده به پروردگار میزیبه و او پروردگار ذات مهربان است. صد سال اگر گمراه شوی، شیطان به بزرگی پروردگار قسم یاد کرده که من هر لحظه هر ثانیه در پوست بندیت است و بندیت از راه میکشم، ولی پروردگار باز به بزرگی خود قسم یاد میکنه، میگه 30 سال 40 سال 50 سال بنده من از راه بکشی، یک بار مهر خود در قلبش مندازم، دوباره دور میخوره. و اما تو نیست، بزرگترین بکسرای دنیا بوده، همه لذت دنیا را برده، ولی دید آخر دین اسلام و دین اسلام مشرف شده. بزرگترین آوازخانایی بوده در سطح دنیا که آخر پی برده که قرآن حق است، دین اسلام حق است و به دین پیوسته. خداوند بهترین ها را نصیبتان بگردانه. مملا مولوی مفتی چیز نیستم، هر آن چیزی که یاد گرفتیم یاد دارم، فقط به جوان عزیزی که همسال ما است و مرا میبینه، ما از پیشش خواهش میکنم احترام پدر، احترام مادر و سجده به پروردگار. انشاءالله که پیروز هستی، هیچ وقت دست خواری را نمیبینی. دعایی که از مادر، از پدر پشتت باشه، مثل دعای پیغمبر پشت امتش است. و حس قاری صاحب حکمت خواهش میکنیم که یک نعت زیبا با ما و شما بخوانش. شیطان رجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، و ما ارسلناک الا رحمت للعالمین. بازو میبارد سری ملت بلای دیگری، زنده شو در کشور ما کربلای دیگری، بدل در شور و افغانم خدایا، تو را از تو همه خواهم خدایا، من بیچاره را دست از کرم گیر، که بزم و تاج و حیرانم خدایا، و روز عشرم فردای قیامت، و روز عشرم فردای قیامت، مکن خاطر پریشانم خدایا، زلطفی خود مگردان نام میدم، که من جویای غفرانم خدایا، الهی ای خدا یه بی نیازم، توی پروردگار کار سازم، الهی ای خدا یه بی نیازم، توی پروردگار
رکار سازم برای هر سرک ما به خراریم برای هر سرک ما به قراریم برای مردن خود تنزاریم برای مردن خود تنزاریم الهی ای خدا به نیازم توی فر وردگار کار سازم تفلکی بیچاره و گواره ببین تفلکی بیچاره و گواره ببین پدرش را که بنانی شده بیچاره ببین صحبت غلیمت است عزیزان در این چمن فردا چو برگ گل همه در خاک می رویم الهی حاجت ما را روا کن آمین محمد را شفاعت خواهیم ما کن کنون بردیم بسایت دستی حاجت الهی حاجت ما را روا کن یا رب زنده را دیده پرنم نرویم شاد آمده ایم و دلیه پر غم نرویم این درگاه تو درگاه نومایدی نیست نوبت درف تنگ است و ما هم نرویم یا رب به حق آنانی که نان آور ندارن سری یسرت به بالین می گذارن یا رب قناله های یتیمان بی پدر برنگی زردی اسیران خونجیگر دنیا اصفانی ندارد بنیاد دم بدن بر روی گله حضرت محمد صلوات هزاران درود و میلون ها سلام زما بر جناب محمد علیه السلام و علیه السلام ناره تکبیر ناره تکبیر ناره تکبیر ماشاءالله آقا حکمت ماشاءالله ماشاءالله جوانی که در این سن سال از خدا و پیغمبر حرف میزنه و صدای رسا پروردگار برش داده همه داد خدا است و یک نقطه کوتاه و بعد دعا می داشته باشیم دست جمعی که دعای جوان بسیار زود قبول میشه دعا جوانی که دست دعا بالا کنه پروردگار تمام فرشته‌ها و پروردگار خوشحالی کرده میرن که پروردگار ای جوان در ای جوانی دست دعا بالا کرده توبه کرده پروردگار و پروردگار خودش خوب بینا از چقدر خوش میشه که فرشته‌ها پیش پروردگار میرن حضرت عمر رضی الله عنه زمانی که نماز میخواندن پشت سر سعی میکرد وقتی که سلام دور میداد که یک جوان پر نور پنج وقت در نماز حاضر است و خیلی جوان دوست داشت هر وقت که میامد میدید که از این کده پیشتر در مسجد چیشته و بسیار بچه با تقوا بود ولی در روش نمیورد که چقدر را دوست داریم هر بار که میامد سعی میکرد اگر یکان روزی جوان ناوخ میکرد چند دقیقه حضرت عمر رضی الله عنه میمان که باشی جوان بیاید خوشچیره یک روزی که از روزایی با اندیوال بعد سردوچار شده بود حضرت عمر رضی الله عنه که دست کوچه میره که بوتل شرابی را میبینه که در زیر بغل خودی جوان زده حضرت عمر رضی الله عنه سعی میکنه طرفش وقتی که جوان میبینه دیگه ده 20 متر فاصله داره این میگه که پروردگارا ما کسی که عمر رضی الله عنه چه قمر دوست داره ما حالا چی کنم پروردگارا امی بار آخرم باشد توبه میکشم و ما به تو پی میبرم میگم که پروردگارا ما چیزی که چی بگوی میره وقتی که حضرت عمر رضی الله عنه پیش میاد میگه دزیر بغل چی است ای خب به پروردگار رو نیاز کرده توبه کرده میگه سرکه است بازش میکنه که به قدرتی خدا شراب به سرکه تبدیل شده
الله اکبر. پس چقدر پروردگار دوست داره که یک جوان توبه کنه و دست دعا بالا کنه. و همه ما و شما درد دل داریم، رنج داریم، همه با هم دست دعا بالا میکنیم و آمین میگیم. هرچی ما خود بنده گناهگار هستیم. زندگی در غفلت ترشت. آمین بگوی. پروردگارا ما را از شفای ماه مبارک رمضان ناامید نگردانی. پروردگارا شفای قرآن عظیمشان نصیب ما بگردانی. پروردگارا قرآن عظیمشان نور قلبهای ما بگردانی. پروردگارا ای طفلکی که در ایران سکنجه شده شهید شده، پروردگارا بهشت برین نصیبش بگردانی. پروردگارا با پدر و مادرش صبر و جمیل عطا بفرمایی. پروردگارا بهترین جنت، جنت الفردوس از نصیبش بگردانی. همه کسایی که امروز در جمع ما نیستند پروردگارا از آب کوثر بی نصیبشان نگردانی. پروردگارا با جمع از اینا مادر مرا هم بهشت برین نصیبش بگردانی. پروردگارا ما دست دعا به سوی تو بالا کردیم با برکت ماه مبارک رمضان. هر عزیزی که با ما دست دعا بالا کرده، چی در اینجا چی در پشت تلویزیون، پروردگارا تو حاجتش برآورده خیر بگردانی. پروردگارا در بین ما اگر هر دوست ما مریضی داره شفایاب نمیشه، از شفاخانه غیب شفای عاجل نصیبش بگردانی. پروردگارا دوستایی که قرضدار هستن از قرضداری خلاصش بگردانی. پروردگارا و خواهرای ما که اولاد ندارن، اولاد آل صالح نصیبش بگردانی. و پروردگارا با برکت آیات قرآن عظیمشان که در اول برنامه خوانده شد، پروردگارا تو غمها را از خانه و فامیل ما دور داشته باشی. پروردگارا هر افغان در هر جایی که از خوشی‌ها را نصیبش بگردانی. و پروردگارا ای دوستایی که کمک کردن، آجی صاحبا، برادرها و خواهرای ما، پروردگارا در روز عشر در اعمالنامه نیک برشان نوشته کنی. پروردگارا یک درصد نصیبشان بگردانی. آمین. اگر از اولاد خود، از نان اولاد خود مصرف کردن، اولادایشان برشان باغ دل بگردانی. آمین. اگر از سرمایه خود مصرف کردن، سرمایهشان در چند بسازی. آمین. پروردگارا در اسنای جان کندن زبان ما را به کلمه لا اله الا الله محمد رسول الله جاری بگردانی. و پروردگارا ما خوبندهای گناهکار هستیم، او قبر تنگ برای ما آزاد بگردانی. آمین. او قبر تاریک برای ما روشن بگردانی. آمین. پروردگارا سوال جواب در قبر بالای ما آسان بگردانی. آمین. زبان ما را به سوال جواب جاری بگردانی. آمین. و پروردگارا در روز آخرت دیدار خدا نصیب ما بگردان. آمین. ما اگرچه گناهکار هستیم، لایق دیدار تو را نداریم پروردگارا. دیدار سردار دو عالم حضرت محمد صلی الله علیه و سلم نصیب ما بگردانی. پروردگارا تا پاک ما نکردی خاک ما نگردان. دیگه تو فکرای راز دیگه نی؟ جنبتش. انشاءالله جور بخیر، انشاءالله که به جان جوری از استفاده کنه بخیر باشه. خدا نگهدارتان، وقت خوش، سلامت، زنده باشی، با مان خدا. یک دنیا تشکر هست تک تک شما. و ما ازیره میخواییم که روز آخرت در روز محشر با حضور پروردگار و از شما تشکری کنیم. تا فردا شب، خدا نگهدار.